رئیس جمهور خستگی ناپذیر در حرم امام رؤوف آرام گرفت. تشییع تاریخی آیت الله رئیسی بر دستان مردم داغدار مشهد. سیل جمعیت داغ جانسوز را به حماسه تبدیل کرد. ای به تو صد ها درود و صد سلام، پیکرت آمد ولی با احترام. نسل تو فاطمی تبارت علوی، این شرط وفا نبود بی ما بروی. مهمان رضا شدی، مبارک بادت ای خادم آستان قدس رضوی. رئیس جمهور خستگی ناپذیر در حرم امام رؤوف آرام گرفت. تشییع تاریخی آیت الله رئیسی بر دستان مردم داغدار مشهد. سیل جمعیت داغ جانسوز را به حماسه تبدیل کرد. مردم خراسان جنوبی هم صبح امروز در بدرقه بی‌نظیر با رئیس جمهور شهید الوداع گفتند. عالم به قرآن بود،
عامل به قرآن بود، خادم قرآن بود، سید محرومان، مظلوم. چاکر تبسیم، خاک پاتی، فقط دست ما رو بگیر عاقبت بخیر. قلب ما شکسته از داغین سید خراسانی ما. پیکر یاران سخت کوش رئیس جمهور شهید هم در خانه ابدی آرام گرفت. شهید امیر عبداللهیان در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و شهید آیت الله سید محمد علی آل هاشم در تبریز به خاک سپرده شدند. پیکرهای استاندار شهید آذربایجان شرقی و سردار شهید موسوی هم فردا به خاک سپرده می شود. رژیم صهیونیستی بار دیگر کودک کشی را شدت بخشید. شهادت 91 فلسطینی در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به نوار غزه. شمار شهدا به حدود 36 هزار نفر رسید. رگبار موشکی حزب الله در پاسخ به جنایات صهیونیست ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان عزیز، شب شما بخیر. رئیس جمهور شهید پس از یک عمر خدمتگزاری و جهاد خستگی ناپذیر ساعاتی پیش در حرم امام رؤوف آرام گرفت. تصاویر امروز مشهد و حضور تاریخی مردم در بدرقه پیکر فرزند صالح خراسان مبهوت کننده بود. آنچه در قاب تصاویر ثبت شد حضور میلیونی و یک پارچه مردمی قدرشناس بود که رئیس جمهور شهید را با دلهای پر از حزن و گامهای استوار بدرقه کردند. گامهایی با این پیام که طوفان حوادث هرچند حزن‌آفرین و اندوهبار، اما در عزم و اراده ملتی که پیمان بسته دین خدا را یاری کند خللی نمیتواند ایجاد کند. آنچه امروز در مشهد رقم خورد جلوه ای از پیوند ناگسستنی مردم با خط اصیل خدمت و سیاست ورزی در کنار خدا باوری و اخلاق محوری شد. خیابان امام رضا و حضور حماسی مردم. نگاهم سوی تو، بهشتم روی تو، دلم خورده گره به تار موی تو. در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی هم جمعیت عظیمی آمده بودند تا وداعی با شکوه با خادم رضا داشته باشند. هزار کیلومتر اومدیم که ادای دین بکنیم برای شهید جمهور عزیزمون که شهید رئیسی صادق بود و صادقانه کار کرد. واقعا خیلی زحمت کشید برای مردم. این از وقتی که ما خبر شنیدیم فقط گریه میکنیم. واقعا خیلی سخته. نماد اقتدار جمهوری اسلامی در تمام جهان شد. جمعیتی میلیونی که آمده بودند تا دوباره تاریخ سازی کنند. این سیل مردمی که تا حرم رضوی ادامه دارد اوج بصیرت مردمی است که قدرشناس خادمان بی‌ریای ملت هستند. حضور یافتند تا بگویند قدر شناس خادمی هستند که مردمی بود و دغدغه مردم را داشت. آمدم نشون بدن اینجا ما پستر انقلابی، این یک جهادگر بود، رئیس جمهور جدا جهادگر بوده، انشالله با شهادای کربلا مشهور بده. شهید رئیسی در قلب و جان ما جا دارد. ما مدیون خدمات ایشان هستیم. خیلی دوستش دارم. شهادتش مبارک. دوستشنش کم نمیشه. این دنیا واسش کوچیک بود. امروز مشهد الرضا قلب تپنده ایران بود. ما اجاز موریان استان شهرستان کرمان. خادم امام رضا بود. من از کرمانشاه آمدم. لیاقت داره که با آمدم. ما از کاشمر اومدیم با چند تا کاروان
به عشق رئیس جمهور محبوبون. من از زابل آمدم، روستای زابل، زهک دوست محمد زابل. و چه با شکوه مراسمی بود برای شهید جمهور. و این گونه بود که پیکر مطهر شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از 33 ماه خدمت به حرم امام رضا علیه السلام، همان جایی که 33 ماه قبل اذن خدمت گرفت، بدرقه شد. ما افتخارمون این ملت امام حسینیم، ما افتخارمون این رهرو راه حسینیم. و عظمت این حضور تاریخی زمانی با شکوه تر شد که به دریای جمعیت حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام پیوست. استقبال باشکوه و تاریخی دیار خاوران از رئیس جمهور مردمی و محبوب ملت. مردم بیرجند از دقایق اولیه صبح امروز با حضور گسترده خود در خیابانهای منتهی به مسیر تشییع پیکرهای شهدا، جلوه ای دیگر از وحدت و همدلی یک ملت را نشان دادند. تاریخی ترین آیین تشییع در خراسان جنوب. شدی به فاطمه مهمان، خدا نگهدارت، خدا نگهدارت. یار دیرین مردم خراسان جنوبی حالا به آغوش دوستدارانش بازگشت، آغوشی به پهنای چند صد هزار نفر. تمام زندگی ما بود، یار ما مستضعف بود، یار یاور ما مهمان بود. آقای رئیسی واقعا باورم نمیشه این آخرین باری این قرار ببینیمشون. برادران اهل سنتیم که به پاس زحمت های حاج آقای رئیسی رئیس جمهور محترم وظیفه دونستیم که امروز در تشییع جنازه شرکت کنیم. کل خانواده های بخش ما همه واقعا عزادار شدن. یک گوهر کمیا و ملت ایران خصوصا خراسان جنوبی از دست دادن شدیدا ناراحتن مردم. همچنان که رئیس جمهور شهید برای مناطق محروم سنگ تمام گذاشت، حالا امروز مردم برایش سنگ تمام گذاشتن. راه رو برای عبدالجبار رئیسی باز کنید. این همه مردم به پاس زحمات ایشون اومدن، چون ایشون برای مردم اومدن، مردم برای ایشون اومدن. اومدم برای بدرقه رئیس جمهورمون، اومدم فدا کنم با نماینده خبرگانمون. چه زود هم یتیم کردین استان رو، این مردم عاشقش رو. امروز تصویری ماندگار از حضور حماسی مردم ثبت شد. داشتم از جمعیت فیلم میگرفتم، هر دو تا دستم درد گرفت ولی هنوز جمعیت تموم نشد. چاکرت هم هستیم، خاک پاتیم، فقط دست ما رو بگیر آقابت بخشم.
به خاطر رئیس جمهورمون اومدیم. ایشون مرد بزرگی بودن. آقای رئیسی مرد عمل بودن، رئیس نبودن و هیچ وقت پشت میز نمیشستن. هرگز نمیردن که دلش زنده شد به ایش. سر تاس بر جریده عالم دوام ما. آقای رئیسی مطمئنن برای ما دختران دهه 80 شما یه اسطوره اید. یه اسطوره ای که واقعا هیچکی نمیتونه جاشو بگیره. آمده بودند از شهرها و روستاهای دور و نزدیک خراسان جنوبی، از استانهای دیگر، از یزد، از مازندران اینجا. من از جنوبی ترین نقطه استان کرمان، افغانستان هستم. رئیس جمهور شما تنانه بود، از من بود. جمعیتی که الان میبینی اومدن همه از با عشق اومدن، نتیجه اخلاص آقای شهید رئیسی است. مدیونم به مردی که عالم به قرآن بود، عامل به قرآن بود، خادم قرآن بود. پایان راه رئیس جمهور شهید ما نیست، بلکه آغاز یک راه بی پایان است. مسیر در میدان بودن و خدمت بی منت کردن به مردم. سید محمد رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند. آیت الله رئیسی از سال 85 و با کسب اکثریت آرای مردم به عنوان نماینده مردم بیرجند بر کرسی مجلس خبرگان تکیه زد. رئیس جمهور در 3 سال ریاست جمهوری چندین بار به این استان سفر کرد و همه تلاش خود را برای محرومیت زدایی آن انجام داد. قابی متفاوت از آخرین سفر استانی شهید جمهور به دیار ساکنان کویر. اینجا فرودگاه بیرجند و کوچکترین میزبانی که آمده بود تا از مهمان ویژه شهرش استقبال کند. و مردمی که آمدند تا از رئیس جمهورشان قدردانی کنند. آقای رئیسی برای مردم خراسان جنوبی همان طلبه ساده‌ای بود که از سال 85 برای 3 دوره متوالی و به درخواست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نخبگان استان خراسان جنوبی به مدت 19 سال نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری شد. باید امروز به مردم فلسطین این پیروزی رو تبریک گفت، به مقاومت تبریک گفت، به خانواده شهدای فلسطینی تبریک گفت. در 3 سال دوره ریاست جمهوریش 4 بار به این استان سفر کرد. آی رئیسی همه کمک چشم می رو و درد دل ما تکمی بگوید. وایسی درم با کنید. مردم هم اینا عزیز خدا هستن، چرا با مردم اینجور میکنی؟ در این سفرها به مناطقی رفت که کمتر مسئولی به آنجا پا گذاشته بود. نمیفهمی خواب میبینی یا بیداره که آی رئیسی اینجا میبینی؟ خدا از انده داشت باشم. نایمده بود رئیس جمهور. ما ازم ندیدم، نزدیک رئیس جمهور اینجا ندیدم. ما اولین باره که رئیس جمهور میبینی نمیفهمی چه کار کنی. فکرش هم نمیکردیم آقای رئیسی بیاد اینجا. خسته نباشید خانم، ان شاء الله ما هم دعا کنید. ما هم ان شاء الله بیام زمان نگه داره. ابو الفاس پشت پناش ما باشید. و حالا بعد از گذشت 88 روز از آخرین سفر رئیس جمهور به بیرجند، همه آمدند تا خدمتگزار محبوبشان را با آغوش گرم روانه خانه ابدی کنند. راضی مومنی، خبرگزاری صدا و سیما. دیپلمات ارشد کشور برای دیدار با پروردگار در جایگاه ابدی خویش آرام گرفت. پیکر شهید دکتر حسین امین عبداللهیان، وزیر خارجه فقید کشورمان، در شهر ری تشییع و در حرم حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد. حجت الاسلام و المسلمین قومی به نمایندگی از دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تشییع و تدفین آقای امیر عبداللهیان در حرم عبدالعظیم حسنی حضور داشت. وزارت امور خارجه آمدند برای بدرقه وزیری که شهید شد.
وزیری که تلاش میکرد برای پیشرفت ایران. کسی که عزتو چه به ایران چه به مسلمانان برگردونه، هم برای دل ما عزیزه هم برای همه عالم عزیزه. تونستن عزت ملی ما رو توی خیلی از مجامعی که میرفتن بالاتر ببرن. مردم و مسئولان در اینجا دیپلماتی رو بدرقه کردن که در بکارگیری همه ظرفیت‌های دیپلماسی مقاومت به تایید کارشناسان موفق بود. حضوری که در گسترده ما داشتیم از هیئت‌های خارجی نشون میده که علی‌رغم همه فشارهای قدرت‌ها کشور ما به الحمدلله داره با حفظ ارزش‌ها پیش میره. وزیر شهید حسین امیر عبداللهیان برای خاکسپاری به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی منتقل شد. تاریخ ثبت خواهد شد به عنوان یه شخصیه که این مملکت رو واقعا اقتدار این مملکت رو به رخ دنیا کشید. شهید امیر عبداللهیان مجاهدی بود فعال، ولایی بودن، انقلابی بودن، واقعا برای مردم میخواستن خدمت کنن. مردم ما همینجوریان، کسایی که خدمتگزار باشن دوست دارم. جاش خیلی خالیه، ایشالله که هرکی بیاد بتونه جاشو پر کنه. دیپلمات جهادی یعنی چی؟ دیپلمات جهادی یعنی اینکه صبر نکنی که کشور رو بیان سمت، کشور رو بیان موانع رو برای تو حل کنن. تو باید بری دنبالشون، تو باید بری رفگره ها رو تو باید بری باز کنی. کسی که اول دلدادگی و دلبستگی به نظام و مملکتش داشته باشه و بعدم برای اهداف مملکتش تا پای جان بیست. باورمندی به مبانی انقلاب اسلامی که در اصل سیاست خارجی محوریتش با استقلال کشور هست و همینطور در واقع استفاده از ظرفیت‌های سیاست خارجی برای پیشرفت کشور. مردم میگویند شهادتش پاداش مجاهدت در خدمت بود و حمایت از مظلومین. خدمتگزار مملکتم، خدمتگزار مستضعفینم. اصلا آسایش نداشتن، خانواده رو نمیدیدن، همش دنبال کار مردم بودن. بزرگترین خدمتشون کلن مبارزه با اسرائیل بود. خیلی واقعا صداقت داشتن، زحمت کشیدن برای مملکتمون. وزیر امور خارجه شهید ایران، هماهنگ کننده دیپلماسی و میدان، در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما. وداع با مردی از جنس مردم. تبریز امروز بزرگ مردی را بدرقه کرد که همه دغدغش کار برای خدا و رفع مشکلات مردم بود. پیکر آیت الله شهید آل هاشم با حضور گسترده مردم تبریز تشییع و در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد. حجت الاسلام و المسلمین محمدیان به نمایندگی از دفتر رهبر معظم انقلاب در مراسم تشییع و تدفین آیت الله آل هاشم شرکت داشت. ای شه مظلوم سر وای وای، ای شه مظلوم همومزی گتم گویدم، همومزی باشی کسیک گویدم، یعنی بیز بیرمیرخ نترجی دیگه نماز گلاد. پدر معنوی استان عزیز ما از ارومیه اومدیم به عشق ولایت. دیدار ما ماند به قیامت. بیزیم ده انشالله بیزه شفاعت ایلسن جده پیگمبره زحمت چشده جامعیمز کشه قدمت ایلاد. حق گفتن، حق عمل کردن، حق دنیا رفتن. ما حاج آقا رو دیر شناختیم، شرمنده شونا شدیم، ولی خدا رحمتشون کنه. آدم کاری بودن، مردمی بودن، خیلی مردمی بودن. شهادت رسم امام جمعه های تبریز است. دو تا امام جمعه شهید داره تبریزه، شهید آیت الله قاضی طباطبایی، شهید آیت الله مدنی، هر دوتش هم سیدن. انشالله که سومی هم به اونو ملحق بشه. جای خالی حاج آقا با چی برامون پر میشه؟
با خدمت برای مردم همیشه ما میتونیم چای خالی آجر برای مردم پر کنیم. ایران اینترنشنال یا بی بی سی چه خبری از این تشییع مخابره میکنه؟ مطمئنم که نمیتونه این حضور انبوه جمعیت رو کتمان بکنه. تو این تشییع جنازه ای که امروز شاهدش هستیم، کدوم صحنه باعث عصبانیت دشمنا خواهد شد؟ قطعاً خیلی حضور مردم میتونه دشمنا رو مایوس کنه. اگه این امکان براتون وجود داشت که از این مراسم تشییع جنازه یه پیامک به سردار سلیمانی میفرستادین، چی براشون میفرستادین؟ افتخار میکنم که راه شهیدان رو ادامه بدم. باید که بدرقه این پدر حماسی و تاریخی میبود. اگه عکاس بودین کدوم صحنه رو تو این تشییع برای همیشه ماندگار میکردین؟ به نظرم همه صحنه ها ماندگارن. هر کدوم در جای خودشون ماندگار هستن. الان اگه میتونستین یه شعار بدین و بقیه تکرار کنن، چه شعاری رو میدادین؟ اول از عزاست امروز، روز عزاست امروز، مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز، آذربایجان اویاخت انقلابا دایاخت. زینب نرسید اونه جنشد، هی شه مظلوم حسین وای وای، هیچ از و مظلوم. ایدر بابا دنیا یالان دنیا، اول دوغان درد سالان دنیا. حرف دل این مردم این است. حاج آقا هارداسان، قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز. علاوه بر برگزاری مراسم تشییع شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مشهد، شهید دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید در شهر ری و شهید آیت الله سید محمد علی آل هاشم در تبریز، مراسم تشییع پیکر مطهر دیگر همراهان رئیس جمهور شهید هم در چند نقطه کشور با بدرقه تاریخی و قدرشناسانه مردم برگزار شد. شهید سرتیپ دوم خلبان سید طاهر مصطفوی، خلبان اصلی پرواز رئیس جمهور، با حضور مردم و بستگان این شهید در بهشت زهرای تهران تشییع شد و پیکر مطهرش در قطعه 27 و در جوار مرقد برادر شهیدش آرام گرفت. پیکر شهید سرتیپ دوم خلبان محسن دریانوش، کمک خلبان پرواز رئیس جمهور شهید، هم ابتدا صبح امروز در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بر روی دستان همرزمانش تشییع شد. اومدی شهید ما، شهید روز سفید ما، خوش اومدی عزیز ما. در ادامه هم مردم شهر نجف آباد استان اصفهان پیکر شهید امیر دریانوش را تشییع کردند و پیکر پاکش در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد. التماس اشکم مهربون اربابم ابا عبدالله، ابا عبدالله. خدا خیرتو بده، تشریف بیارید جلو، این شهید رو بدرقه کنید. پیکر مطهر شهید سرهنگ دوم بهروز قدیمی از همراهان رئیس جمهور شهید در سانحه بالگرد هم بر دستان مردم قدرشناس و شهید پرور زنجان تشییع شد. پیکر این شهید در شهرستان ابهر هم تشییع و سپس در زادگاهش روستای درسجین به خاک سپرده شد. شهدا پرچم الارض قلب یا الله، پیکر شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی هم که به همراه پیکر شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و سردار موسوی برای طواف حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس منتقل شده، قرار است ساعت 10 صبح فردا جمعه
از مسجد شهدای مراغه در آذربایجان شرقی به سمت مصلای این شهر تشییع و خاکسپاری شود. مردم شهرهای مختلف به پاس قدردانی از خدمات رئیس جمهور شهید و همراهانش عزاداری کردند. در جای جای ایران اسلامی نام و یاد خادم الرضا و همراهانش شنیده می شد. برای همه بودم، فقط برای یه گشتر نبود. حرفی که می زدن همیشه بهش عمل می کردن. در راه عشق وطن در حیات و شهادتش نامش به امام رئیس جمهور عزیز من با ایمان و مردمی و کار نیمه تمام گشت تمام کرد و کیست گشت من شد قرار خدمت خونه تو شد ذکر لبت بود همیشه هم مطمئن باشی هر کس در راه حسین در این راه شهید شود ما صلاح و کار او را در دست گرفتیم و راه او را ادامه خواهیم داد. بسیار خاکی و همینطور از جنس خود مردم بودن، با همه عین برادر بود، خصوصیات خوب و همش رو با هم داشت، راستای انقلاب و ولایت و ارزش‌های مردمی خادم بود، هم خادم رضا بود هم خادم این مملکت بود. قول خود شهید که من اگر شده چندین بار هم به یک استان سفر کنم تا بتونم مشکلات اون مجموع رو از بین ببرم خواهم این کار کرد و مزد این زحمات خود رو با شهادت دریافت کردم. سیدی آبا عبدالله کل عشیق عزادار رئیس جمهور محبوبمون آقای رئیسی هستیم. وقتی که یک خدمت صادقانه میکنه و مزدش همینه، امام رضا مزدشون رو دادن در روز ولادتش. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ناخوشه سرپرسی که ایران ولی چه ایران ناخوشه کاکا لدلی من ناخوشه. آخرین وداع، این تعبیر الجزیره عربی برای تشییع پیکر رئیس جمهور فقید کشورمان در مشهد است. این رسانه از صبح امروز به صورت زنده ساعتها مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فقید در بیرجند و مشهد را انعکاس داد. CNN آمریکا با پخش تصاویر زنده از حرم مطهر امام هشتم علیه السلام انبوه مشتاقان رئیس جمهور شهید را به نمایش گذاشت. راشا تودی، العربیه، المنار، الحره، CNN ترک و المسیر نیز از جمله ده ها شبکه‌ای بودند که حضور گسترده مشتاقان شهید آیت الله رئیسی را در شهرهای مشهد و بیرجند به تصویر کشیدند. BBC انگلیسی با پخش تصاویری از مراسم امروز حضور گسترده مردم را در مشهد پخش کرد. تلویزیون رویترز هم از صبح به صورت پیوسته مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه را پخش کرد. شبکه‌های تلویزیونی یورو نیوز، NHK ژاپن، CCTV چین و دویچه وله آلمان هم گوشه‌هایی از تصاویر تشییع پیکر شهدا را منعکس کردند. شبکه اردنی گزارش داد پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران و همراهانش راهی خانه ابدی شد. خبرگزاری ریا نوستی روسیه هم به پخش زنده مراسم تشییع پیکر وزیر امور خارجه از تهران پرداخت.
ده ها شبکه رادیویی، وبسایت و روزنامه از مناطق مختلف جهان نیز به انعکاس بخشایی از حضور میلیونی مردم در تشییع پیکرهای شهدای سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور پرداختند. کارشناسان، تحلیلگران و خبرنگاران خارجی به تشییع رئیس جمهور شهید و هیئت همراهشان واکنش نشان دادند. آنها حضور میلیونی مردم را نشانه ای از موفقیت سیاست خارجی ایران عنوان کردند. مراسم تشییع با شکوه شهید رئیسی و همراهانش سند موفقیت سیاست خارجی ایران است. شبیه این اظهار نظر بین کارشناسان و خبرنگاران خارجی کم نیست. مردم ایران در یک تشییع دست جمعی با رئیس جمهور خود وداع کردند. با اقداماتی از این دست میتوان فهمید که چگونه مردمی توانستند بیش از 40 سال در برابر تهدیدات آمریکا و اسرائیل مقاومت کنند. میلیون ها نفر در خیابان ها هستند. همه آنچه رسانه های غربی درباره اینکه رئیسی در ایران منفور است میگفتند دروغ بوده. در گذشته او فقدانی بزرگ برای همه جهان خواهد بود. شاهدانی که بازتاب دهنده حس مردم ایران به رئیس جمهورشان شدند. بدرقه شهدای خدمت، خادمین امام رضا، با نوای یا ابا عبدالله. در مراسم پلاکاردهایی وجود داشت که روی آنها نوشته شده خادم ملت، فراموشت نخواهیم کرد. میلیون ها نفر در خیابان ها حضور دارند و در غم شهادت رئیس جمهور عزادار هستند. با این حال رسانه های جریان اصلی غربی داستان دیگری را برای شما تعریف می کنند. این تعجب آور نیست، زیرا هیچ رئیس جمهور یا رهبر سیاسی غربی چنین حمایتی را به دست نمی آورد. همانطور که این استاد دانشگاه لبنانی می گوید، رسانه های غربی داستان دیگری را تعریف کردند. ایرانی ها پیام های دریافت کرده بودند که در آن از آنها خواسته شده بود در مراسم های تشییع شرکت کنند. چهارشنبه تعطیل رسمی اعلام شد و پایتخت نشینان پیام هایی در تلفن های خود دریافت کردند که از آنها خواسته شده بود در تشییع پیکر شهید شرکت کنند. رژیم از تشییع ابراهیم رئیسی استفاده می کند تا نشان دهد میلیون ها ایرانی از جمهوری اسلامی حمایت می کنند، اما حقیقت این است که اکثر افرادی که شرکت کردند در واقع توسط رژیم و اعضای خانواده آنها استخدام شدند. مردم ایران به این داستان سرایی ها پاسخ دادند. شما شغل شریفتون؟ من پرستارم. بدت کار مشاورم. چی شاپ کنی کار کنم؟ سراش باز هستم. مهندس عمران هستم. دانشجو. راننده هستم. موصلم. ویزیتورم. خانه دار. کتاب فروش هستم. خرید و فروش ملک و اینجور چیزا هستم. کارشناس بیمه. خبرنگاران و تحلیلگران مستقل هم صدای مردم ایران شدند. اینها تصاویری است که رسانه‌های غربی دوست ندارند جهان ببینند. بله، همانطور که رسانه‌های غربی می‌گفتند ایرانیان از ابراهیم رئیسی رئیس جمهورشون متنفرند. به همین دلیل هم هست که به صورت میلیونی در مراسم تشییع پیکر شرکت کردند. ظرف 48 ساعت گذشته همه ی روایت‌های 40 سال اخیر درباره جمهوری اسلامی و رهبران و مسئولان بلند پایش نابود شد. این کاریه که حقیقت میکنه. خدا رئیسی رو بیامرزه. مراسم بزرگداشت شهدای سانحه هوایی از سوی رهبر انقلاب اسلامی روز شنبه برگزار میشود. به منظور بزرگداشت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور فقید، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم، امام جمعه فقید تبریز، آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه فقید، آقای دکتر مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهور و عزیزان کادر پرواز، مجلس بزرگداشتی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز شنبه 5 خرداد از ساعت 9:30 صبح در حسینیه امام خمینی برگزار می شود. ورود عموم برای شرکت در این مراسم آزاد است. سوگواران شهادت آیت الله رئیسی فقط ایرانی نیستند. زائران غیر ایرانی هم این فاجعه را باور نمی کنند و سوگواری می کنند. این بغض ها و عشق ها، این مویه ها و ناله ها از یک غم، فقط برای مردم ایران نیست. بغض گلویم رو گرفته، خدا رحمتش کنه. بغض غمی که گلوی این زائر رو گرفت، عشق فرماندار کربلا رو هم جاری کرد.
الامه الاسلامیه جمعه. هدف از حضور ما در ایران این بود که در شادی به مناسبت ولادت امام رضا کنار شما باشیم، اما این حادثه دردناک و این فاجعه شهادت آیت الله رئیسی و مجاهدان همراهش بر امت اسلامی نازل شد و با شما همدردی میکنیم. زائرانی که از کشورهای دیگه برای جشن ولادت امام رضا اومده بودند، حالا از خبر شهادت خادم الرضا شهید رئیسی شوکه بودند. القلب مجروح. در لحظات اول که شنیدم هواپیمای رئیس جمهور ایران فرود اضطراری داشته، بسیار مضطرب شدم. انگار آتش تمام وجود من را گرفت. این خبر همه ما رو اندوهگین کرد. هرچند ایرانی نیستن، اما با خدمات شهید رئیسی در زمان تولیت آستان قدس رضوی و ریاست جمهوری بیگانه نبودند. قبل از ریاست جمهوری ایشان روابط اجباری بود، اما آقای رئیسی گفت باید لغو شود چون ایران و عراق یک ملت هستند. همکنون آثار خدمات ایشان در حرم رضوی دیده می شود. آقای رئیسی از جمله انسانهایی بود که ما را سربلند کرد، چون کمک و پشتیبان ما مسلمانان مخصوصا مردم عراق. شهادت خادم الرضا در روز میلاد امام رؤوف رو نشونه ای از ارادتش به سامن الحجج می دونستن. از نیکوترین خادمان امام رضا علیه السلام بودند. این خواست خداست که در روز ولادت امام رضا علیه السلام شهید شود. حتما ارتباط الهی وجود داره که روز ولادت امام رضا و روز شهادت آقای رئیسی همزمان باشه. و خوشنود از آرام گرفتنش در کنار حضرت رضا. خادم امام رضا بود و نزد امام رضا آرام میگیرد. از حرم امام رضا چه مکانی نیکوتر برای خاکسپاری ایشان؟ والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما. مجمع عمومی سازمان ملل امروز به احترام شهادت رئیس جمهور و همراهان با یک دقیقه سکوت جلسه را آغاز کرد. از این دست ادای احترام ها به شهدای سانحه بالگرد از چشم اهالی فضای مجازی دور نمانده است. کاربران حضور مردم مشهد را سیل جمعیت خواندند و تصاویر آن را در فضای مجازی دست به دست می کنند. اینجا شورای امنیت سازمان ملل است. یک دقیقه سکوت کردند به نشانه احترام به شهادت رئیس جمهور ایران و همراهانشان. اینجا هم کنفرانس بین المللی امنیت هسته‌ای است. اینها هم به احترام غم این روزهای مردم ایران سکوت کردند. و اینجا در نشست همکاری های شانگهای، نشستی که شهید امیر عبداللهیان قرار بود به عنوان نماینده ایران در آن شرکت کند، اما حالا به احترام فقدان او و همراهانش نمایندگان سایر کشورها سکوت کردند. اما در کوچه خیابان‌های شهرهای ایران ماجرا فرق می‌کند. مردم آمده اند برای بدرقه شهدای خدمت. سه‌شنبه در تبریز و قم. یا زهرا یا زهرا. چهارشنبه در پای تخت. و پنجشنبه در بیرجند. این تصاویر مربوط به ترشیح پیکر رئیس جمهور رئیسی در بیرجند است. بیرجند اینقدر شلوغ است که نمیتوان حرکت کرد. تعداد شرکت کنندگان هر لحظه افزایش پیدا میکند. این آخرین سفر استانی رئیسی است. مردم بیرجند امروز دوباره به آقای رئیسی رأی دادند. و در مشهد، جایی که به گفته این کاربر مردم مراسم تشییع را زودتر از موعد آغاز کردند. و این یکی کاربر توصیف کرده بود دوباره در مشهد سیل آمده، این بار سیل جمعیت.
دیگه دوربین ها نمیتونن سیل جمعیتی که در مشهد برای تشییع شهید رئیسی به خیابون اومدن رو ثبت و ضبط کنه. راز این انقلاب چیه؟ هر چی بیشتر سختی میکشه بیشتر میدرخشه. این صحنه رفراندوم بزرگ انقلاب اسلامی رو نشون میده. تا حالا دیده بودید مانند مشهد چنین جمعیت عظیمی در تشییع پیکر رئیس جمهورشان جمع شوند؟ این تصویر ملت ایران در وداع با رئیس جمهور شهیدشان است. ملت ایران در بدرقه شهید جمهورشان نوشتند، از او درس گرفتند، درس این که خاکی بودن انتهایش شهادت است. از دومین روز خرداد 1403 تهران تصویری ثبت شد که برگی دیگر از تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب است، با حضور مردمی که قدرشناس صداقت خدمتگزارانشان بودند. این کلام حتمی خداست. و او که به وعده پروردگارش اعتقاد داشت، حالا ترجمان دیگری از این آیه شده. مردانی که بر سر عهد خود با خدا صادقانه ایستادن. پایه اصلی خدمت شهید رئیسی صداقتش بود. روزگاران و بحران‌ها و بالا و پایین شدن‌ها و اخبار تلخ و شیرین بسیاری را گذرانده‌اند از سر. حالا ناباورانه رسیده‌اند به تشییع یک رئیس جمهور شهید دیگر. من که سه بودگم بهشون رای دادم، الان اومدم پای تشت جنازشون که این بشه برام یه شفاعت روز قیامت. بالاخره باید نشون بدیم افرادی که برای ملت کار میکنن چقدر برای ما با ارزشه. جمعیت فشرده دوم خرداد تهران، خدا رو شکر امروز از همه قشر دیدیم، نوجوان پیر جوان از همه سبک، تصاویرش گویاتر از هر متنی است. تصاویری که از رئیس جمهور شهید در ذهنها باقی مانده، البته جزئی از گفتنی هاست. این تصویرهای عبای خاکیشون اینا خیلی روی مردم تأثیر گذار بود. به جاهایی میرفتن که حتی ما اسمشونم نشیریم، به گوش واقعا نرسیده. سلام ای صاحب کفشهای گلی. آخه ایشون همیشه و همه جا بودن، توی گل، توی آب، توی سرما. آخرش هم که از اون جایی که به خدا نزدیک‌تر بود پر کشیدن و رفتن. زمزمه ها زمزمه ی افتخار است. دلها دست خداست، هر کی با خدا معامله کنه نتیجهش هم اینه که میبینیم. سربلندی به وقت خداحافظی. اسوه اخلاق و اخلاص و خدمت بی‌منت بودن. وقتی میگذرد کاروان سوی گل ارغب. برای دوم خرداد 1403 نام حماسه انتخاب کردند. همچین حماسه رو بنده اونجور که سنم قد میره فقط در تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی و در زیارت اربعین آقای امام حسین دیدیم. درود بر این مردم، درود بر این مردم وفادار، قدرشناس. واقعا این مردم زحمات آقای رئیس رو دیدن که تا اینجا اومدن. چرا ایشون به نظرتون عزیز شدن؟ زحماتشون، حس مسئولیتشون، وفاداریشون. و برای قدوم شهدایش شعر سروده اند. در کسوت و در خدمت خود بالیدند، مردان خدا گل شهادت چیدند. نه مدعی اما صف اول بودند، این بار از این صف شهدا را چیدند. اکبر گل گزلری به خاطر ما شهید شدن. وظیفه خودمون دونستیم که امروز اینجا باشیم. فضای واقعی همینه که این ملت پرشور اومدن و همه جهان دارن همچین شوری رو میدیدن. ما آقای رئیس رو دست ندادیم، به دست گرفتیم. اینجا امروز فضایی که دارید میبینید شبیه اون چیزیه که بعضیا تو فضای مجازی میگن. اصلا شبیه نیست. اون حرفایی که اونا میزنن دنبال اینه که اتحاد از بین بره. فضای حقیقی رو شما دارید میبینید دیگه، تصاویر هوایش هم قطعا پخش میشه.
حالا از این روز خاص تهران یک تصویر و صدا از ایران به کل جهان مخابره شده. با مرور صفتهایی که اخلاص و صداقت سرآغازشونه و با حضور مردمی که قدرشناسی سرلوحشونه. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور سوریه در تماس تلفنی با معاون اول رئیس جمهور و سرپرست ریاست جمهوری ضمن تسلیت و همدردی با دولت و ملت ایران گفت شهید رئیسی شخصیتی تأثیرگذار همانند شهید سلیمانی برای ماست و نام و یاد او تا ابد در ذهن ملت و دولت سوریه خواهد ماند. آقای بشار اسد با اشاره به ایستادگی آقای رئیسی در مقابل ظلم تأکید کرد شهید رئیسی همواره در حرف و عمل از محور مقاومت و آرمان فلسطین حمایت کرد و جهان این را از او به یادگار خواهد داشت. آقای مخبر هم در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از اعلام عزای عمومی و همچنین حضور مقامات این کشور در مراسم وداع با شهید رئیسی سوریه را شریک راهبردی و دوست همیشگی ملت ایران دانست. سرپرست ریاست جمهوری دولت و ملت سوریه را دوست همیشگی ایران خواند و بر پایبندی ایران بر حمایت همه جانبه از محور مقاومت به ویژه کشور مستقل سوریه همچون گذشته تأکید کرد. با نزدیک شدن به اتمام سوخت ژنراتورهای بیمارستان الاقصا در نوار غزه، شمارش معکوس برای توقف فعالیت این بیمارستان که بیش از 1300 بیمار را در خود جای داده آغاز شد. در حمله امروز رژیم صهیونیستی به شهر غزه 16 تن از جمله 10 کودک به شهادت رسیدند. همچنین در بمباران اردوگاه نصیرات 8 فلسطینی شهید و مجروح شدند. در حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به رفح نیز شماری شهید و زخمی شدند. علاوه بر بمباران‌ها، ارسال هوایی کمک‌ها برای مردم نوار غزه بار دیگر حادثه آفرید و موجب زخمی شدن یک شهروند فلسطینی در جنوب نوار غزه شد. برنامه جهانی غذا با اعلام اینکه از 17 روز گذشته فقط 100 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شده است، درباره خطر قحطی در این منطقه هشدار داد. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار شهیدان جنگ به 35800 نفر و شمار زخمی ها به 80011 تن رسیده است. حزب الله لبنان در پاسخ به حملات هوایی ظهر امروز رژیم صهیونیستی منطقه الجلیل در شمال سرزمین های اشغالی را موشک باران کرد. رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک بیش از 100 موشک از سمت لبنان خبر دادند. در این موشک باران دست کم 3 شهرک نشین صهیونیست و چند پایگاه نظامی اشغالگران هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیستی از آتش‌سوزی‌های گسترده در این مناطق خبر دادند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از بسته شدن راه‌های ارتباطی در چند مسیر اصلی بر اثر موشکباران حزب‌الله خبر داد. خبرنگار الجزیره هم از شنیده شدن یک انفجار بسیار بزرگ در منطقه الجلیل خبر داد و اعلام کرد یک پایگاه راهبردی و حساس ارتش اسرائیل هدف قرار داده شده است. مقاومت اسلامی عراق هم امروز بندر حیفا، بندر ام الرشراش و بلندی‌های جولان اشغالی را هدف حملات پهپادی خود قرار داد. نیروهای مقاومت در نوار غزه هم از هلاکت چند نظامی صهیونیست در درگیری‌های امروز شمال غزه خبر دادند. گردان‌های قسام اعلام کرد دهانه یک تونل بمب‌گذاری شده را به روی نیروهای پیاده نظام رژیم صهیونیستی در بیت هانون منفجر کرده که بر اثر آن این نیروها کشته یا زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند در نبردهای دو روز اخیر در غزه 30 نظامی ارتش اسرائیل زخمی شدند که حال 8 نفر از آنها وخیم است. خب امشب به شکل پراکنده در منطقه شمال شرق کشور، حالا جایی مثل کلات نادر، سرخس و تربت جام ما بارندگی خواهیم داشت و سپس تا بامداد فردا این ابرها مزمحل میشه. این در حالیه که از سمت شمال غربی، یعنی از سوی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همینطور در اردبیل با رخنه موج جدیدی بایستیم توقع شروع بارندگی رو داشته باشیم. بیشترین ناپایداری های ناشی از این سیستم
در نواحی شمالی این استانهایی که عرض کردم ظاهر میشه و حداقل تا 72 ساعتی به ویژه در ساعات بعد از ظهر رگبارها توأم با وزش باد در یک سوم شمالی کشور نمایان میشه، چون که احتمال سایق هم هستش. بنابراین از اشعه تقاضا داریم در دو سه روز آینده از صعود به ارتفاع پریز کنند. از طرفی با کمیت بادهای 120 روزه در نوار شرقی خراسان جنوبی همطور در شمال سیستان و بلوچستان میزان سرعت باد از فردا جمعه شب تا پیش از ظهر دوشنبه به اوج خودش میرسه. لطفاً از استحکام این بنرها مطمئن باشیم و چون که این وضع رو همراه با گرد خاک پیش بینی کردیم، از افراد آسیب پذیر میخواییم که کمتر در فضای باز حاضر باشن. همچنین اگه کشاورز هستین از یزد دیگه، از خیلی جا، استان تهران، از قم، از اصفهان، از دیگه کوکیلوی و بویراحمد، استان فارس، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، مرکزی، سمنان و لرستان ما رو میبینید، آگاه باشین طی دو سه روز آینده سم یا محلول پاشی رو در ساعت پیش از ظهر که هوا آروم‌تر انجام بدین تا فردا شب. فردا جمعه 4 خرداد، 15 ذی‌القعده و 24 می است. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:10، اذان صبح فردا در تهران ساعت 3:12 و طلوع آفتاب ساعت 4:53 است. خیلی متشکرم بینندگان عزیز از همراهیتون با خبرهای ساعت 21.